به ادامه برنامه خوش آمدین. ممنون از تک تک شما عزیزان که با ما همراه هستین. در این بخش برنامه هم مهمان داریم، آقای همایون حکیمی، نماینده معلولین در پارلمان جوانان، در رابطه با مشکلات معلولین در برخ همراهشان در برخ همراهشان بیشتر صحبت میکنیم. خیلی خوش آمدین به برنامه. سلامت باشین. من ادب و احترام عرض میکنم خدمت شما و تمامی همکاران عزیز و شنونده ها و بیننده های عزیزی که ما را میبینن و میشنون. سلامت باشین، بازم خیلی خوش آمدین. میشه در آغاز مورد ازی بگوین که چقدر زمینه ها در بلخ مساعد است برای جوانانی که از معلولین هستن و چقدر میتونن که فعالیت هایی که دوست دارن و میخواین انجام بتن اونا رو در جامعه پیاده بکنن؟ متاسفانه در بلخ و در تمامی نقاط افغانستان تقریبا میشه بگویم بخصوص در ولایت های کلان و ولایت های دست اول زمینه چندان به خاطر رشد و انکشاف و پیشرفت و انجام فعالیت برای معلولین مساعد نشد زیاد، تا ای که ما بتانیم امو مفکرهای خود، خواسته های خود، آرمان های خود تعقیب بکنیم، اهداف خود تعقیب بکنیم و بتانیم که اونا را پیاده بکنیم در جامعه یا مصدر خدمت شویم بر مردم. به دلیل از این که ما یعنی یا دولت افغانستان توجه چندان برای افراد دارای معلولیت بینایی، شنوایی و دیگر مشکلات جسمی و ظاهری که دارن به این مردم زیاد توجه نکرده دولت و سرمایه گذاری چندانه که باید میشد نشده. به همین دلیل است که ما در بلخ و در اکثر نقاط از کشور با مشکلات عدیده و فراوان روبروی هستیم و از این مشکلات به خاطر نتانستن خدمت برای دیگران و برای خود ما شاکی هستیم و رنج میبریم. آقای حکیمی، در مورد فعالیت های خودتان بگویید که مصروف به کدام کارها هستین؟ تا جایی که ما اطلاع داریم شما تدریس هم میکنید. خب من خودم در جامعه در بخش مختلف کار کردم از بیش از 10 سال به این طرف، یعنی از زمانی که من مکتب میخوندم. من با رسانه کار کردم و همچنان درس خواندم مکتب، بعدش رشته حقوق علوم سیاسی را خواندم و فعلا هم محصل دوره ماستری هستم در رشته حقوق عامه و همونطور با حکومت کار کردم 1-2 سال در کابل و همونطور با جوان ها کار کردم زیاد، با رسانه های چاپی کار کردم مثل ماهنامه و هفتنامه و اینا، با رادیو با تلویزیون کار کردم کم کم همونطور و فعلا درس میتونم بله در مکتب لیسه مسلکی نیازمندی های خاص در مزار شریف درس میتونم یک تایم به عنوان معلم قراردادی و یک سلسله فعالیت اجتماعی است که به خاطر دادخواهی از حقوق معلولین و به خاطر رشد جوانان از این کشور از این سرزمین یا به خاطر پیام رسانی دوستای معلول و خود ما و جوانای دیگه در کل مصروف یک تعداد فعالیت انسانی خرد ریزه هستم و روز میگذرانم. آیا در کنار شما کسای دیگه هم هستن که از جمله معلولین باشن با شما یک جا کار بکنن و چند نفر هستن؟ خب روی تعداد معلولین اگر گپ بزنیم، خب من فکر کنم در افغانستان ما متاسفانه تعداد معلولین زیاد داریم، ولی که در فعالیت های مدنی و در بلخ یا در ولایت های مختلفی که من سر و کار داشتم و سر و کار دارم و ارتباطات داشتیم یا ارتباطات دارم، علاقمندان زیادی هستن از دوستان معلول نابینا، به خصوص که در فعالیت اجتماعی و مدنی و فعالیت انسانی دیگه سهیم باشند و کار بکنن، ولی متاسفانه زمینه برای کلگی مساعد نیست و امکانات ندارن. مثلا اگر ما بخوایم بختر یک فعالیت بریم تا یک جای پس بیم، اگر دوستان معلول دعوت میکنیم اونا چون بیکار هستن و درآمد ندارن، مشکل است که یک موتر کرا بگیرن برن تا اونجا دوباره کار خود خلاص کنن و پس دوباره به خانه بیان، یا راهنمایی هم داشته باشن و به تنهایی گشتن. شما میفهمین که امر خیلی مشکل است در این شهری که جاده و پیاده و جویچه و مشکلات دیگهش یعنی زیاد است و مشخص نیست، یک راه هموار برای یک معلول قابل دسترس نیست، ولی با وجود از این دوستای هستن که در کنار ما یا ما در کنار از اونا یا همه با هم کار میکنیم و تلاش میکنیم. اگر تنها در مزار شریف بگین خب ممکن
خب 20 نفر باشه که علاقمند از این مسائل هستن از جمله دوستای نابینا، ولی اگر روی ارتباطات گپ بزنیم و کارهایی که ما در کابل کردیم یا با دوستای معلول ولایت‌های دیگه کردیم مثل هلمند و غزنی و هرات و جوزجان و بلخ و اینا، تعدادشان زیاد است و خوشبختانه کوشش میکنن، تلاش میکنن، ولی که چقدر از این کوشش ها و تلاش های ما عملی میشه و چقدرش نظر به مشکلاتی که وجود داره عملی نمیشه، اویش باز گپ بعدی است. آها. آقای حکیمی نظر شما چی هست؟ اگر دولت بخواه کار را انجام بده به خاطر معلولین تا بتونه دستگیری بکنه و مشکلاتشون حل بسازه، حال ما از بزرگترین کار میگذریم، یکی بیان یک کار بزرگی را بر شما انجام بدن تا تمام مشکلات معلولین حل شوه، اگر کوچکترین کاری را بخواهن انجام بدن تا اینکه دستگیری بکنن به همو مشکلات خرد و ریزی که هست اونا برطرف شوه تا بتونن درست به فعالیت هایی که دلشون میخواد رسیدگی بکنن، چی هست از نظر شما؟ خب دولت هر تصمیمی که بگیره به سهولت میتونه که او را عملی بکنه، بخاطر از اینکه امکانات دارند، نفر یا مامور و کارمند دارند، اداره دارند، ولی اگر از یک کار متوسط و ساده شروع بکنه، ما به این نظر هستم که خوب است معارف تجهیز بکنه تا به شاگردان نابینا مواد درسی آماده بکنن، یا به شاگردانی که در مکاتب تعلیمات تکنیکی و مسلکی درس میخوانند از طریق اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی از این کشور تلاش صورت بگیره و اینا تشویق شوند یا حمایت شوند که برشان حداقل مواد درسی آماده شوند، تا ای که ما یک نسل باسواد به جامعه تقدیم بکنیم، نسلی که خود بشناسند، اطراف خود بشناسند، جامعه خود بشناسند، موقف انسانی خود درک بکنند، خدای خود بشناسند و در کل هدفمندانه و با یک ذهنیت انسانی اینا روز به روز تجهیز شده برن، مجهز شده برن و بالاخره وقت وارد جامعه میشن از گوشگیری خوششان نبیایه، از تحقیر یک کس خفه نشوند و از غلطیدن خود خجالت نکشند، یا از اینکه بگن من نابینا هستم شرمشان نیایه، یا از اینکه توسط یک کس دست کم گرفته شوند از او احساس خجالتی و احساس گناه نکنند. ما در کل حداقل میتونیم که به حمایت دولت، اگر دولت بخواد یک ذهن باز تقدیم جامعه بکنیم، یک نسل روشن تقدیم جامعه بکنیم، این خودش میتونه یک شروع خوب بوده باشه و فرهنگ سازی بکنه باید دولت، چه قسم که برای جامعه که دو افراد غیر معلول زندگی میکنن در کنار ما مثل شما و سایر انسانایی که دی وطن زندگی میکنن، این ذهنیت تزریق شوه و از راه مختلف برشان این ذهنیت داده شوه که اینا هم انسان هستند و میتونن که در کنار شما زندگی بکنن. بیاین با پذیرشتان معلولین حمایت بکنن و همو کارهایی را که میتونن برشان بسپارن تا واردوش نباشن، منتظر یک دست دیگه نباشن، جنس دست دوی حساب نشن و خودشان روز به روز به طرف خودکفایی و ایجاد وضعیت خوبتر در زندگیشان قدم بانن. انشاءالله. و شما از تلاش و کوشش های خودتون صحبت کردنی که فعالیت های داشتین به خاطر که بتونین با معلولین کار انجام بدین، تا حال چقدر این فعالیت ها این تلاش ها مؤثر بوده برای که بقیه هم نوعانتان و هم نسلانتان که با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن راه براشون مساعد تر شدن؟ خب یک فرد قدرت اجرایی نمیداشته باشی را خود شما میفهمین، ولی تا جایی که ما تانستیم از آدرس پارلمان جوانان و از آدرس ارتباطات شخصی که خودم داشتیم پیام معلولین و مشکلات اجتماعی و انسانی معلولین از شخص رئیس جمهور گرفته تا هر کسی که تانستیم رسانیدیم. مثلا شخصا به رئیس جمهور دو سال پیش از مشکلات معلولین گفتیم، شخصا به رئیس حکومت گفتیم، به رئیس اجرایه، شخصا با وزیر صاحبای متعدد و مختلف ششتیم و در رابطه گپ زدیم، شخصا با معین صاحبا، با رئیس صاحبا، با وکیل صاحبا، با سناتور صاحبا پارلمان ششتیم و در رابطه گپ زدیم و حداقل کار دیگه نتونستیم رفتیم به جوانا آگاهی دادیم. مثلا ما زمانی که در تربیه معلم مزار درس میدادم و در کمیته سیویدن کار میکردم از سال 2010 تا سال 2016، این کلانترین ذهنیت سازی بود که من با رفتن خودم در تربیه معلم و با تدریس که در اونجا داشتم، با همکاری که در اونجا داشتم به شکل مسلکی، به صدها و هزارها جوان این ذهنیت به نظر خودم، یعنی ما تشریح کردیم، ما پیام رساندیم و این ذهنیت در وجودشان ایجاد کردیم که یعنی ما هم میتونیم در حد خودمون کار بکنیم، به خاطر از اینکه در قرآن کریم ذکر میشه که بسم الله الرحمن الرحیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها،
هیچ نفس مکلف نیست مگر به حد توانایی که داره. یعنی هر کسی به توانش، نه؟ مثلا یک طفل به توانش یک کار میکنه، یک آدم کلان به توانش. من برای جوانای نمی پیام رسانیم که ببینین وقتی که شما اینجا من به عنوان معلم، به عنوان یک جوان درس میخونین، من هم اینجا من به عنوان یک انسان و به عنوان یک جوان به شما تدریس میکنم. و این به این معناست که باید خودتان رو درک بکنین که یعنی هر انسان در حد خودش کار میکنه. یعنی پیام رسانی کردیم از طریق فیسبوک، از طریق رسانه ها، از طریق نشست ها و ملاقات های حضوری با مردم های مختلف در کشور و در جامعه خرد و کلان البته، و بالاخره با جوان ها که زیاد کار کردیم و تدریس کردیم، همراهشان در مجالس مختلف بودیم و کار یعنی داد و گرفت داشتیم. در کل گفتیم برشان که معلولیت یک محدودیت است، ولی یک ناتوانی مطلقی که شما فکر میکنین نیست. بدون شک. آقای حکیمی، در اخیر اگر کدام پیامی داشته باشین از شما میشنویم؟ ما برای کل کسایی که میبینن و میشنون ما را یکی دو گپ بسیار خلاص میخوایم بگم که بیاین حرکت بکنیم. خیر اگر مانع داریم، خیر اگر مفتیم، خیر اگر کسی مانع ما میشه، خیر اگر راه را بلد نباشیم، خیر است اگر اوگار میشیم یا اگر گلپر میشیم. یعنی هدف ما این است که بخصوص به دوستای معلول و برای جوانایی که معلول نیستن ولی ذهنشان زیاد باز نیست، ما پیام می است که بین از مشکلات نترسین. بخاطر از اینکه بعضی کسا میگه والا چطور کنم خب نمیشه دیگه. خب اگر ما بگیم نمیشه، تو بگی نمیشه، او بگه نمیشه، خب چی میشه بالاخره؟ بین ما شما از خود ما یک ابتکار عمل به خرج بتیم، ما شما حداقل توانایی را که داریم را به خرج بتیم و یک کار بسیار خرد به راه بندازیم. یعنی خودش میشه دیگه. ما تا چی وقت منتظر باشیم؟ مثل خدا نخواسته معتاد نیستیم که از خود به خود شده باشیم. باید تلاش بکنیم تا فرق بین انسانای سالم و انسانای غیر سالم در جامعه بوده باشن. بدون شک. خیلی ممنون از حضورتان در برنامه. سلامت. میان برنامه یک اتو زود برمیگردیم.